این پایین، خب این پایین نسبت به این بالا یه مساوی کمتر داره، چون این بالا یه مساوی اینجا داره، یه مساوی اینجا داره، اما این پایین یه مساوی فقط اینجا داره، دیگه اینجا مساوی نداره. پس اگه هر مساوی معادل یه دونه یکه، این فرمول پایین نسبت به فرمول بالا یه دونه یک کمتر داره، پس این منهای یک میشه این. این برای اینه که در واقع تو ذهنتون بمونه. ارزم حضورتون که یا این فرمول پایین نسبت به این فرمول بالای بالا دو تا مساوی کمتر داره، خب پس بالای منهای دو میشه این. این به خاطر اینه که تو ذهنتون بمونه. یا ایشون نسبت به این فرمول وسط یه مساوی کمتر داره، یعنی این منهای یک میشه این. بله هر پیش نیازی که لازم باشه از هر درسی درس داده میشه، یعنی هیچ به هیچ اومد شما نمیشنوید توی کلاس من که خب اینو که خودتون دیگه باید بلد باشید اصلا در هیچ درسی، یعنی هر چی لازم باشه رو خودم میگم. یا این مثلا به من مربوط نمیشه، یا این رفت داره به فلان جا. مثلا الان تعداد اعداد صحیح اگه بخوام ببینیم بگیم چند تاست، چند تاست تعداد اعداد صحیح اینجا؟ n تاست. چرا؟ چون اندیسا از صفر شروع شده تا n منهای 1. یعنی حالا اگه اندیسا با i نشون بدیم، i بزرگتر مساوی 0، کوچکتر مساوی n منهای 1ه. که انگار داریم از این فرمول استفاده میکنیم. دو طرف مساوی داره. که میشه n منهای 1، منهای 0 به علاوه 1، که میشه n تا. درسته؟ پس ما n تا عدد صحیح داریم اینجا، n عدد صحیح داریم و m تا رقم در واقع n ببخشید عدد نه باز m رقم اشتباه گفتم، n رقم صحیح داریم و اونجا هم n رقم عشا داریم. پس n رقم صحیح و اینجا هم m رقم اشار داریم. اینجا مبناست، همیشه مبنا رو اینجوری نشون میدم. مبنا منفی هم بچه ها میتونه باشه، حالا جایی تو کتاب خاصی نیست، ولی معمولا مثلا میتونیم ما مبنا رو بذاریم منهای 5 مثال بزنم، حالا جلوتر خواستید مثال رو براتون بزنم. آی ها یعنی ارقام ما، خب ارقام ما یعنی آی ها، ارقام ما تو پرانتز آی ها می توانند بین 0 تا آر منهای 1 باشند. چرا؟ چون مبنامون آره، ارقام ما از 0 هستن تا آر منهای 1. مثلا تو مبنای 10 ارقام ما از 0 تا 9، تو مبنای 5 پس ارقام ما از چند تا چند؟ از 0 تا 4، تو مبنای 16 از 0 تا 15. پس ارقام بین 0 تا آر منهای 1 هستند. خب حالا اگه من بخوام مقدار در واقع اعداد رو به دست، مثلا یه عدد به من دادن توی مبنای 5 گفتن مقدار این چنده، یه عدد دادن توی مبنای 8 گفتن مقدار این چنده، حالا میخوام راجع به اونها صحبت کنم. قبل از اینکه برم راجع به اونها صحبت کنم یه چیزی هم بگم، باز اینم توی منطقی گفتم اینجا هم یه سری بگم. مبنای 10 رو دسیمال هم میگن، خب مثلا دسیمال مبنای 10 رو میگن دسیمال، مبنای 8 رو میگن اوکتال، مبنای 2 رو میگن باینری، باین علی علی یعنی تایی بچه. خب تو ساختمان داده بعدا بهتون میگم علی یعنی تایی، باین هم یعنی دو، دو تایی. مثلا کاری یعنی کاتایی، ها کاری، تریاری، فوراری. مبنای 16 هم که میگن هگزادسیمال، خب همتون میدونین اینا رو. مبنای 16 هگزادسیمال، حالا برای بعضی بچه‌ای که مثلا شاید رشتهشون کامپیوتر نیست من دارم اینا رو میگم، دسیمال مبنای 16. اینم از این داستان. بریم تبدیل از سایر مبناها به مبنای 10. اینم یه کوچولو بگم.
خب من برگه ها رو که عوض میکنم، سفر رو که عوض میکنم، چون خودم رو کاغذ مینویسم، یه چند سنی طول میکشه منم اینجا کاغذ هم عوض کنم. خب عرضم به حضورتون که پس تیتر ما تبدیل. Thank you.